دیدبان حقوق بشر میگوید چین صدها مسجد را در مناطق شمالی نینگشیا و گانسو بسته است. نینگشیا و گانسو پس از سینکیانگ بالاترین جمعیت مسلمانان را در چین دارند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، چین در تعدادی از مساجد نیز تغییراتی آورده که شامل تخریب کردن قسمتی از آنها می شود. دیدبان حقوق بشر وضعیت مساجد را در دو روستا در نینگشیا چین از طریق تصاویر ماهواره‌ای بررسی کرده است. طبق یافته های این نهاد حقوق بشری، بین سالهای 2019 تا 2021 مناره ها و گنبد های 7 مسجد برداشته شده است. در گزارش آمده که در این بازه زمانی 3 مسجد دیگر نیز به گونه قابل توجهی تخریب شدند. محققان دیدبان حقوق بشر تخمین زدند که از سال 2020 در مجموع حدود 1300 مسجد در نینگشیا بسته شدند. حکومت چین مدت هاست که اقلیت‌های مذهبی و قومی در این کشور را به شیوه مورد نظر خود کنترل می کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سال 2016 خواستار چینی سازی ادیان در این کشور شد که پس از آن سرعت اعمال تغییرات در مساجد افزایش یافت. پکن در سال 2018 نیز دستورالعملی صادر کرد که بر اساس مقام‌های حکومت باید ساخت و ساز و چیدمان مکان‌های فعالیت اسلامی را به شدت کنترل کنند و به اصل تخریب بیشتر و ساخت و ساز کمتر پایبند باشند. علی سرداری نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه هستند. آقای سرداری سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان شما. گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر نشان میده فشار علیه مسلمانان خارج از سینکیانگ چین هم افزایش یافته. مهمترین دلایل و عوامل افزایش این فشارها چیه؟ بفرمایید. من در پاریس مثلا در فرانسه و پاریس خیلی از چینی ها میبینم. یه روز اتفاقی یکی اومد پیش من گفتن شما از چینید؟ گفت بله. گفتم فضا اوضاع اونجا چطوری؟ و توضیح داد. گفت اصلا یه نوع دارد مسلمان رو اختم میکنه به علاوه مساجد اینا که اصلا انقراض نفس به وجود بیاره. مسلمان رو اصلا به نوعی یک کاری بکنند که اصلا صفیه چین اینا حذف بشن، یعنی نه اینکه مسائلشون رو خراب بکنند و اجازه نمیدن گزارشی از بین برای مسلمان ها گزارش داده بشد و حق و حقوقان ها دفاع بشد، همه اینا رو بسته و علاوه اینا به نوعی زندان برای اینا درست کرده. اون آقای چینی مسلمان برای من اینا رو توضیح داد در پاریس که مسلمان ها موقعیت بسیار بدی دارن در چین، که مثلا حتی با تبدیا که چند سال پیش این رهبر اونا میامد فرق اروپا و آمریکا میرفت، بعد اینکه چین قدرتمند شد حتی دیگه اونم دعوت نمی کند. تبدیا را چینی را برده پخش کرده به این رو تبدیا هم داره از بین میبرد، یعنی با تبدیا اون نوعی که برخورد کرده با مسلمان ها بدتر از رو برخورد. بله. هشدارها و اعلامیه نهادهای جهانی حقوق بشر چه تأثیری در بهبود وضعیت مسلمانان چین خواهد داشت و آیا اقدامات جدیتری هم امکان دارد؟ در حال حاضر چون چین قدرتمند شده، اروپایی ها و امریکایی ها باشد انظر حقوقی برای مسلمان کاری ندارن. کشور اسلامی هم که ساکتن. اینه که من چشم‌اندازی نمی‌بینم که بیان این نیروی باشد برد پشت سر مسلمان ها بتوان از اون دفاع کنه، از اون گزارش تهیه کند و از حقوق اونا دفاع کند. متاسفانه یه همچن مسئله در زاویه دید فعلا برای مسلمان ها وجود نداره. بله، تداوم سرکوب و افزایش فشار علیه مسلمانان در چین چه پیامدهایی را در سطح داخلی و خارجی در پی خواهد داشت؟ در خارج که فعلا هم اروپایی هم آمریکایی هم کشور اسلامی ساکتن، نسبت به مسلمانان چین اکتمال نشان نمیدن. داخل هم که مسلمانان چین هر زوری میزنن صداشون به جایی نمیرسد. یه بنبست برای مسلمانان ایجاد شده که امیدواریم خدا کمکشان کنه.